در تلاش برای فهمیدن اینکه چرا یه نوجوان جون خودشو گرفته. گیلاسیا سلام. امروز یکم از سبک ترسناک فاصله گرفتیم و می‌خوام یکی از فیلم‌های خوب کشور تایلند به اسم هوم استی محصول سال 2018 رو ببینیم. این فیلم با نمره 7 یکی از خوب‌های این کشور محسوب میشه و استوری خیلی جالبی داره و بازیگراش هم به نظرم خیلی خوبن. بریم با هم ببینیمش. حواسن اسپور کامرا صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم پسری می‌بینیم که توی سردخونه به هوش میاد و خیلی هم گیجه. نمی‌فهمه چرا اینجاست و پرستار که می‌بینتش چیغ می‌کشه. چند لحظه بعد پسر تو اتاق کلی پزشکه و زنی به اسم رودی هم مدام گریه می‌کنه و نگرانه. دوباره احوال میره وقتی چشمشو باز می‌کنه توی بیمارستانه. سری بلند میشه و می‌خواد در بره که هر کی می‌بینتش لبخندی بهش می‌زنه. در آخر پسر که خیلی ترسیده هر کاری می‌کنه آسانسور حرکت نمی‌کنه و از پنجره میره بیرون تا در بره. اما پاش لیز می‌خوره و همین که می‌افته یهو کل ساختمون انگار می‌چرخه. پسر گیج روی دیوار وای میسته و مردی که مثلا سردار ساختمونه از پنجره میاد سمتش. پسر با وحشت میپرسه تو کی و مرد میگه من محافظتم. تو هم همه خاطرات پاک شده و حالا باید زندگی جدید شروع کنی. این بار تو بدن پسری به اسم مین متولد شدی. مین همین اواخر جون خودشو گرفته بود و حالا روح تو توی بدنش زنده شده. مین حالا از قبلم گیجتره و محافظ دستشو میذاره لای پنجره و با یه حرکت ساختمون رو دوباره به حالت قبل برمیگردونه. مین با هر زحمتی از خودش لای پنجره بالا میکشه و به تخت خوابش میره. چند لحظه میگذره و پرستاری به اتاق میاد و باز زمان وامیسته. پرستار میگه من همون محافظتم و هر شکلی که بخوام خودمو در میارم. باید بدونی که این بدن یه مکان موقت برای زندگیته. تو 100 روز وقت داری تا به جای مین زندگی کنی و تو این مدت باید بفهمی که چرا این پسر جون خودشو گرفته. اگه تا اون موقع نفهمی برای همیشه کار تموم و دیگه متولد نمیشی. بعدم یه ساعت شنی بهش میده که این 100 روزو به نمایش بذاره و میریم به روز بعد. پزشکی به دیدن مین میاد و از اینکه حالش خوب شده خیلی متعجبه. چون این پسر دیروز انگار تموم کرده و نزدیک 24 ساعت کامل مرده بوده. اون زن یا همون رودی هم که دیدیم مادر مینه و از اینکه پسرش دوباره به زندگی برگشته خوشحاله. میره سمت خونه و مین با خانواده‌اش آشنا میشه. یه برادر بزرگتر داره که اسمش هم منه و انگار کلا این برادر ازش متنفره. پدرش هم مردیه که قبلا استاد دانشگاه بوده ولی از کارش استعفا داده که توی شغل تبلیغات و بازاریابی کار کنه. خلاصه که مادر به مین میگه در اتاقتو قفل کردیم و باید یه مدت با برادرت توی اتاق زندگی کنید چون میترسیم تنها بذاریمت. مینم قبول میکنه و اما در این پرسه روزی که اون کارو با خودم کردم چه اتفاقی افتاده بود. اما مادر نمیتونه در موردش حرف بزنه و بازم مین نمیتونه چیزی به دست بیاره. شب که میشه یواشکی شروع به گشتن خونه دنبال سرنخ میکنه، اما تنها چیزی که پیدا میکنه اینه که هیچ عکسی از خودش روی در و دیوار نیست و انگار اعضای خانواده‌اش عکسشو برداشتن. در اتاق خودش هم قفله و نمیتونه بره داخل. برادرش هم موچشو میگیره و با عصبانیت میگه برو بخواب. روز بعد مین بازم تلاش میکنه و این بار از پنجره میره تو اتاق خودش. اونجا هم باز هیچی نیست غیر از یه قاب عکس خودش با تاریخ تولد و تاریخ مرگ. یه دفعه مادرش میاد و خیلی ازش عصبانیه. میگه دوباره اومدی بلای سر خودت بیاری؟ مینم میگه نه و این پرسه بقیه لوازمم کوشن. مادر میگه خودت بودی که همش رو نابود کردی. بعدم میزنه زیر گریه و مینو بغل میکنه. روز بعدی مین تصمیم میگیره مدرسه شروع کنه و با برداشتن کیف پولش متوجه یه پلاک عجیب میشه. کارت شرکت مادرش هم هست و میفهمیم شغل مادر مهندسیه. همراه مادرش میرن مدرسه و قبل جدا شدن مادر ازش میخواد که حقیقت رو به هیچ کسی نگه و تظاهر کنه مدت سرما خورده که مدرسه نیومده. اونم قبول میکنه. کلاس‌ها شروع میشن و مین میفهمه کلا تو مدرسه آدم محبوبی نیست و فقط چند تا بچه رفیق داره. یه دختری به اسم پی هم همکلاسیشه و مین از حرف دوست صمیمیش یعنی لی میفهمه که قبلا روی این دختر کراش داشته. با نگاه کردن این دختر میفهمه چرا و خودش هم واقعا روش کراش میزنه و ازش خوشش میاد. برای آشنایی بیشتر با پی وارد گروهی میشه که عضوشه و اونا ازش میخوان که یه نقاشی بزرگو آماده کنه تا بذارن عضو گروه بشه. چیز دیگه ای که متوجه میشه اینه که بعضی از بچه‌ها یه پلاک شبیه به چیزی که تو کیف خودشه دارن و این علامت برای کساییه که عضو کلاس المپیادن و درسشون خوبه. برای همینم هم با ذوق پلاکو به لباسش میذاره و میره تا تو کلاس شرکت کنه. ولی معلم مسخره‌اش میکنه میره ازش بیرون. وقتی هم میرن کتابخونه تا با پی درس بخونن خیلی بیشتر به ایزول میزنه و بیشتر عاشقش میشه. خلاصه که روزا میگذرن و مین تو این زندگی جدیدش خوشحاله و به همه چی داره عادت میکنه. مخصوصا علاقش به پی باعث شده که دیگه به حرف اون محافظی که گفت 100 روز وقت داری فکر نکنه. یکی از همین روزا پدرش میاد دم مدرسه و بهش میگه امروز وقت روانشناس تو یادت نره. یه سری وسایل شرکت هم بهش میده و ازش میخواد تطبیق فروش بکنه. انگار فقط به فکر همینه. سر جلسه روانشناسی همه چیز عادی پیش میره تا یه دفعه دکتر چیشه جلوشو میشکنه و انگار بازم زمان وامیسته. محافظ از زبونش صحبت میکنه و به مین میگه نباید حواس رو به عشق و این چیزها پرت کنی. اگه تا پایان وقت حقیقت رو نفهمی همه چیز تموم میشه و این بار برای همیشه. اینم میگه ساعت شنی که بهت دادم وقتی که حقیقت رو بفهمی کاملا متوقف میشه و مین اینطوری میتونه بفهمه که کارش انجام داده یا نه. توی یکی از جشنهای مدرسه پی خیلی ناراحته و به مین میگه نمیتونم سوالای جدیدو حل کنم. میترسم نتونم عمرای خوب بگیرم و همه ازم ناامید شن.
مینم با حرف زدن حالشو بهتر میکنه و ازش میپرسه منو تو قبلا تو رابطه بودیم یا نه. دخترم میگه نه، چون هیچ وقت ازم نخواسته بریم سر قرار. با خوشحالی به جشن ادامه میدن و برای کلی بازی و خوشحالی و خنده میشینن تا با آتیش بازی نگاه کنن. پی یه لحظه به مین میگه تو خیلی نسبت به قبل عوض شدی. مین میپرسه قبلا بهتر بودم یا الان، و دخترم میگه چند روز دیگه بهت میگم. روز بعدی مین از خواب بیدار میشه و مامانش داره فریاد میکشه. میفهمه پشت تلفن با پدرش داره بحث میکنه و پدر به خاطر هدفهای مسخرش حلقه ازدواج مادرم حتی بدون اجازه فروخته. مینم یکم مامانش دلداری میده که آروم شه و کمکش میکنه. میریم به چند روز بعد. پی برای مین هدیه آورده و تولدش رو تبریک میگه. اونم خیلی خوشحال میشه، مخصوصا که پی میگه تو جواب سوالی که اون شب پرسیدی باید بگم این مدل جدید تو بیشتر دوست دارم. بعدم بالاخره همون میبوسم. وقتی هم که مین توی مدرسه است، متوجه یه سری عکس از همکلاسیاش میشه و تو چند تاشون کنار یه رختکن ثابت وایساده. برای همینم میره که بفهمه چی اونجا گذاشته، اما همه چیز خالیه. همین لحظه هم دوست صمیمیش یعنی لی میاد و بهش میگه راستی لپتاپتو بردم خونتون. مین تعجب میکنه و دوستش میگه اون روز رفتم خونت رو مامانت نبود، برادر بزرگت ازم گرفتش. مین از اینکه برادرش لپتاپو بهش نداده خیلی عصبانی میشه و وقتی میرسه خونه شروع میکنه به گشتن اتاقش. تو کمد برادر یه سری عکس خانوادگی میبینه که صورت خودش تو همشون خط خطی شده، انگار برادرش این کارو کرده. بیشتر میگه رو یه سری مقاله و مدرک از این پیدا میکنه که برادرش مدت هاست دنبال اینه که یه جور به شهر دیگه بره که درس بخونه. حالا بیشتر شک میکنه که مرگ مین تو زندگی قبلیش یه ربط به این قضیه داشته و میره سراغ کامپیوتر برادرش. صفحه چت اون با دوست دختر قبلیش باز میکنه و میفهمه که اواخر رابطه اون خیلی از این که نمیتونه دنبال هدفاش بره عصبی و به دوست دخترش میگه به خاطر برادرم مین نمیتونم به آرزوهام برسم. تاریخ این پیام ها دقیقاً بعد از وقتیه که تازه دوباره زنده شده، یعنی به خاطر این قضیه بوده که برادرش نمیتونسته خانواده‌اشو تنها بذاره و بره دنبال آرزوهاش. انگار برای همینم هست که توی همه این مدت از دست مین عصبی و ازش نفرت داره. حتی توی یکی از پیام‌هاش به دوست دخترش نوشته کاش مین همونطوری میمرد و دیگه برنمیگشت خونه. رفت لپتاپ خودش پیدا میکنه. نامه‌ای که قبل گرفتن جون خودش نوشته رو پیدا میکنه. میخواد شروع کنه به خوندن، اما همین لحظه برادرش سر میرسه و وقتی میبینه که این پسر رفته سراغ کامپیوتر عصبانی میشه و لپتاپش که زیر بغلش سر پنجره پرت میکنه بیرون. و مین خیلی به هم میریزه، چون خوندن اون نامه تنها راهش برای فهمیدن اینه که چرا واقعا جون خودش رو گرفته. سریع میره بیرون، لپتاپ خودش رو برمی‌داره، با هر زحمتی هست موفق میشه اونو دوباره درست کنه و روشن کنه و شروع میکنه به خوندن نامه. نوشته که من با خوردن سم همه چی رو دارم تموم میکنم. از پدرم متنفرم چون همیشه از دارایی‌های مامان سوء استفاده میکنه. از برادرم متنفرم چون همیشه منو کوچیک میبینه و تحقیرم میکنه. فقط مامانم که از ته دل دوستش دارم، اما اونم هیچ وقت به حواسش بهم نیست و همش دنبال کار و زندگیشه. خوندن این نامه خیلی مینو به هم میریزه و گریه میکنه. چند روز دیگه میذره و یه بار که میره مدرسه متوجه میشه پی با یکی از معلم‌های المپیاد سر کلاسن. معلم به این دختر دست میزنه و به چشم داره، اما پی هم کلا مخالفتی نمیکنه. اونم خیلی بهش فشار میاد چون عاشق پیو. وقتی میره سر کلاس عصبانیت همه چیز بهش غلبه میکنه و مشتی میکوبه به صورت معلم. با پی میرم بیرون و دختر میزنه زیر گریه. میگه از معلم متنفرم اما نمیتونم چیزی بگم چون ممکنه منو بندازه، اون وقت آرزوهام خراب میشه. برام از مین میخواد که سعی بره و معلمش معذرت خواهی کنه، وگرنه آیندهش نابود شده. مین از اینکه این دختر همچنان طرف معلمشه و اصلا به احساس مین اهمیتی نمیده بیشتر عصبی میشه و با رد کردن معذرت خواهی میره بیرون. پدرش هم مدرسه درخواست میکنن و وقتی با مین تنها میشن شروع میکنه فریاد کشیدن سر بچه که از کارات خجالت میکشم. مین عصبی تر میشه و به پدر میگه منم از اینکه حلقه ازدواج مامانم فروختی خجالت میکشم، تو به خاطر کار و فکرات همه خانوادت کنار گذاشتی. و پدر میره ازش بیرون. مینم تصمیم میگیره با اتوبوس بره به جایی که مادرش کار میکنه تا باهاش حرف بزنه و چیز بدتری در انتظارشه. وقتی که میرسه مادرش با مردی که انگار دوست پسرشه میبینه و دارن با بچه این مرد بازی میکنن. انگار این زن کلا یه خانواده دیگه ای اون طرف شهر داره. مین انگار همه زندگیش تمام شده و هیچ انرژی براش نمیمونه. اشک میریزه و آخر شب به پل میرسه. بارون هم میاد و همین لحظه محافظ تو قالب یه دختر بچه سمتش میاد. دوباره زمان متوقف میشه. مین به محافظ میگه پیچیدگی خانواده مین و ضربه هایی که از این افراد خورد و خیانتی که از پی دید باعث شدن که جون خودش رو بگیره. محافظ چیزی نمیگه. وقتی مین به ساعتش نگاه میکنه همچنان متوقف نشده و این یعنی هنوزم واقعیت رو نفهمیده. محافظ میگه فقط 3 روز وقتت مونده و از اونجا غیب میشه. مین که نفهمیدن حقیقت داره دیوونش میکنه با عصبانیت میره خونه و شروع میکنه به نابود کردن لوازمش. همین لحظه هم دوست صمیمیش لی میاد و میپرسه که نقاشی رو برای اون گروه کشیدی یا نه. مین بی‌حوصله جوابشو میده و وقتی که لی میفهمه حال این پسر خوب نیست شروع میکنه به صحبت و دلداری. یه دفعه مین میگه حرفات مهم نیستن، خودت هم مهم نیستی، اونقدر بی اهمیتی حتی یه جمله تو نامه قبل مرگم ازت ننوشته. دختر انگار دلش میشکنه و اشک میریزه. شب میره صبح اجبار پدر مین
سوار ماشین میشه و میرن دنبال مامانش تا برن به یه رستوران. مین یه لحظه میره دستشویی، اما یواشکی خانواده‌اش زیر نظر داره. پدرش حلقه‌ای که فروخته بود و میذاره روی میز. به همسرش میگه ببخشید کارم اشتباه بود. یه دفعه زن به خیانتی که مدت‌ها سر میکنه اعتراف میکنه. پدر عصبانی برای شکستن ظرفا از رستوران میره بیرون. مین و مادرش دوتایی سوار ماشین میشن و سمت خونه راه میفتن. مادر دیگه کم میاره و میزنه زیر گریه. به مین میگه من خیلی اشتباه کردم و قول میدم دیگه همه وقتا مرا خانواده‌ام باشه. مین که خیلی امروز دل شکسته بازم آروم نمیشه و میگه نمیتونم ببخشمش. مادر حواسش پرت شده و همین لحظه با ضربه ماشین دیگه تصادف میکنن. میریم به بیمارستان. مین حالش خوبه اما مادرش آسیب دیده. پسر میره خونه که یکم استراحت کنه و اینجاست که غذای دستپخت مادرش همراه کادویی که پی براش آورده بود و میبینه. از رفتارش پشیمون و یاد همه خوبی هایی که این افراد توی زندگیش داشتن میفته. برای همینم سر نقاشی گروه مدرسه رو برمی‌داره. تنها دو روز وقتش مونده و میخواد این مدت رو به بهترین شکل بگذرونه. روز بعدی بچهای گروه المپیاد کلاسشون تموم میشه و پی مسئول سخنرانی آخر ساله چون نمرش از همه بالاتر شده. وقتی میره پشت میکروفون نگاهش به مین میفته و یه دفعه میزنه زیر گریه و اونجا دور میشه. مینم دنبالش و اون رو توی یکی از کلاسا میبینه. دختر انگار هنوز از مین خجالت میکشه، اما این پسر بهش میگه که من ازت عصبانی نیستم. بدون من پشتتم و هر کاری بخوای انجام بدی باهاتم. هر دو هم عذرخواهی میکنن و همو تو آغوش میگیرن. چون کلاس هم تموم شدن، پی با کمک مین میره پیش مدیر مدرسه و گزارش اون معلم عوضی رو بهش میده. این بار دیگه هیچی نمیترسه. مینم نقاشی که تمام کرده رو برای گروه میذاره و برمیگرده خونه. روز آخر میرسه. مسابقه توی مدرسه است و مین اول از همه میره پیش روز صمیمیش و به خاطر حرفای اون روز معذرت میخواد. اونم میبخشنش و میگه برات یه سورپرایز دارم. رو صفحه نمایش بزرگ طرحایی که هر سال برای مسابقه مدرسه میکشن نمایش داده میشه. دوست مین یکی از نقاشی های اونم تو عکسا گذاشته و وقتی بهش میرسه پسر خوشکش میزنه. این نقاشی توسط مین واقعی قبل گرفتن جون خودش کشیده شده، اما کاملا شبیه به چیزیه که دیشب مین کشید. همین لحظه حقیقت همه چیز توی ذهن پسر شکل میگیره و همه خاطرات یادش میان. میفهمه که خودش همیشه مین بوده، چه قبل گرفتن جونش چه بعد این قضیه. میفهمه که اون صحنه های اول فیلم تمام لحظاتی بودن که بعد از گرفتن جونش آوردنش بیمارستان و همه فکر میکردن که مرده، ولی بالاخره موفق میشن که اونو احیا بکنن. تو مدتی هم که انگاری مرده توی خوابش محافظ رو میبینه و اون بهش میگه که یه بار دیگه فرصت داری زندگی بکنی. مینم به خاطر اثری که اون سم توی زندگیش گذاشته نمیتونسته هیچی رو به یاد بیاره. حتی اون سکانسایی که اول فیلم میدید لحظه هایی بودن که پزشکاشون تلاش میکردن تا این پسر دوباره احیا بشه. یه لحظه پسر توهم میزنه و میبینه توی اتاقشه و محافظ کنارشه. به محافظ میگه دلیل مرگ من خودم بودم، من که نمیتونستم جنبه های مثبت زندگیمو ببینم. محافظ لبخند میزنه و میگه تبریک میگم تو بردی، ولی یادت باشه این امتحان برای این بود که بتونی واقعیت رو ببینی، نه فقط چیزهای منفی رو. واقعیت ترکیبی از مثبت و منفیه. بعد میگه تو زنده موندی و این شانس جدید رو درست استفاده کن. نور زیادی میاد و مین دوباره توی پله های مدرسه به هوش میاد. دوستش نگران کنارشه و مین با خوشحالی اونو تو آغوش میگیره. سعی میره بیمارستان و مادرش هم به هوش اومده. میگه دوستت دارم، بابت فاصله بینشون معذرت بخواد. زندگی جدید مین شروع میشه و دیگه نمیخواد همه چی رو به دست اتفاقهای بد بسپاره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. هوم سه از اون هست فیلم هاست که ممکنه بارها باش گریه بکنید، ممکنه دلتون بگیره و اگه طرف هم ممکنه یه انرژی خیلی زیاد بهتون بده و قدر زندگیتون رو بیشتر بدونید. این فیلم به شکل خیلی نامحسوسی میاد توی ناخودآگاه شما یه تأثیری میذاره و اونم اینه که همتون حس میکنید دوباره متولد میشید، به خاطر اینکه انگاری یه بار مردید و حالا یه شانس جدید دارید برای اینکه بتونید همه چیزو درست کنید. نکته جالب این فیلم اینه که نمیاد شخصیت خوب و بد بسازه، نمیاد بگه که اون دختر پی خوبه یا بده، نمیاد بگه که مادر خوبه یا بده. همه انسان‌ها هر کدوم به قدری اشتباه دارن و هر کدوم به خاطر زندگی خودشون گناهکارن. اما خب چیزی که مین میاد توی این مدت یاد میگیره اینه که میفهمه اصلا مهم نیست دیگران گناهکار باشن، مهم نیست که دیگران چه اشتباهاتی میکنن، مهم اینه که تو چجوری داری از زندگیت استفاده میکنی، مهم اینه که تو چقدر اجازه میدی اون اشتباه بد دیگران روی تو تاثیر بذاره. و این به نظرم درسیه که اگه هر انسانی بدونتش اونو یاد بگیره کلا زندگیش عوض میشه. اکثر ماها یه بار توی زندگیمون شکست عشقی خوردیم، شاید خیانت دیدیم، شاید یه نفر بهمون گفته پول نداری، به هر دلیلی ما رو ول کرده رفته، یا شاید یه عده دیگه‌مون همون کسی هستیم که یه نفر رو ول کرده و از زندگی اون طرف رفته. به هر حال اون دسته اول دارن قصه اینو میخورن که چرا کم بودن و دارن تقاص اشتباه اون طرف که خودخواه بود و کلا به زندگی دیگران فکر نکرده رو پس میدن، یا اون دسته دوم هم که حالا بعضیا به خاطر خودخواهی تموم میکنن، هیچی، بعضیا واقعا با دلایل خاصی تموم میکنن، میان عذاب وجدان اینو میگیرن که چرا اون طرفو ولش کردن و
کلا نکنه به زندگی طرف آسیبی رسونده باشن، در حالی که شاید واقعا دلیل تمام کردنش منطقی بوده و باز به خاطر اشتباهات اون طرف توی رابطه بوده. عشق و عاشقی بیایم بیرون، اکثرمون مشکلات خانوادگی داریم، پدر، مادر، خواهر، برادر و هر کسی ممکنه که توی جریان بحثی باشیم. و حالا بازم میگم اگر که این کلا غیر ممکنه که ما خودمون هم اشتباه نداشته باشیم، بازم اگه 1% ما هیچ اشتباهی نداشته باشیم و فقط دیگران مقصر باشن، دلیلی نداره که بخوایم خودمون رو به خاطرش اذیت بکنیم. درس بعدی هم که خیلی مهمه من از این فیلم گرفتم این بود که فقط نباید نیمه منفی زندگیتون رو نگاه بکنید. شما اگه 99% زندگیتون منفی باشه، باز 1% مثبت داره و با نگاه کردن اون 1% میتونه زندگی رو ادامه بدید. دلیلی نداره بخواید همه چی رو تموم بکنید، چون فقط با این ادامه دادن است که ممکنه یه روز همه چیز درست بشه و این زندگی جدید و کلا 100% مثبت بتونید بسازید. ولی خب طرف میاد چه میدونم با امید بهش، با امید زندگی مجدد، با امید هزار تا تئوری بعد از مرگی که وجود داره، میاد جون خودش رو میگیره و اصلا معلومه شاید همه چیز تموم بشه، شاید همه چیز برش تاریکی مطلق بشه و این یه بار شانسی که داری و اونم از دست بدی. و به نظرم این یه بار شانس ارزشو داره که حتی واسه 1% خوشی توی زندگیت ادامه بدیش و به خاطر همون 1% امید داشته باشی که یه روز همه چی درست کنه. کلا حالا یه سریاتون منو میشناسید شخصا، توی حال تلگرام و اینا با هم صحبت کردیم، بیشتر با ما آشنایی دارید. منم آدم نیستم که زندگیم کم مشکل داشته باشم و منم به جایی رسیده بودم که بخوام همه چی رو تموم بکنم، اما همیشه اون امید به یه روز خوب بود که تونستم ادامه بدمش. و امیدوارم همه شما به این باور برسید، چون واقعا این انرژی خیلی مهمه. یعنی همه چی براتون درست میکنه، اصلا مهم نیست چقدر شرایطتون بد باشه، چقدر زندگیتون سخت باشه، ولی اینکه همه چی رو تموم نکنید و باز ادامه بدید، خود به خود اصلا همه چی روی روال خیلی خفن میندازه. فقط باید صبر کنید تا موقعش برسه و تلاش تا موقع ادامه بدید. دیگه همین هوم سه فیلم باحالیه. میگم اگه میخواهید یکم از سبک ترسناک فاصله بگیرید و یکم فیلم های خوب ببینید، هوم سه قطعا باید یکی از اونا باشه و بازم بیشتر بهتون معرفی میکنم. دیگه همین، مرسی واسه حمایتتون، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. روزتونم گلسی.